سلام و خسته نباشید دوستای عزیز، امیدوار هستم سعادتمند و سرحال باشید و در کانون گرم خانواده هایتان زندگی را به خوبی و خوشی سپری نمایید. بازم خوش آمدید به یکی از دیگر برنامه های روان که شما بیننده و شنونده هستید از طریق تلویزیون سبا و رادیو نوا با من زیتا درانی. در این برنامه باز هم در مورد یک از موضوعات بسیار جالب میخواییم برای شما معلومات ارائه کنیم که شما میتوانید با تقدیم نمودن این برنامه به معلومات صحی تان بیفزایید. در این برنامه میخواییم روی این صحبت کنیم که ویروس HIV باعث با وجود آمدن چی اختلالات روانی نزد افراد شده میتواند. خب دوستای عزیز، طور که یادآور شدیم امروز میخواییم در مورد این صحبت کنیم که ویروس HIV باعث با وجود آمدن کدام اختلالات روانی نزد افراد شده میتواند. قسمی که شما میدانید ویروس HIV باعث به وجود آمدن مریضی به نام ایدز می شود که این مریضی خیلی خطرناک و کشنده بوده می تواند. و حالا امروز می خواهیم بیشتر روی این صحبت کنیم که بیشتر باعث به وجود آمدن کدام اختلال روانی شده می تواند. یک از اختلالات روانی که خیلی در این روزها زبان زده است و در زبانهای مردم است به نام دمانس مغزی یا یادفراموشی است که یک از عاملهای عمدهش می تواند ویروس HIV باشد. یعنی دمانس مغزی می تواند از اثر ویروس HIV با وجود بیاید. زوال عقل مرتبط به HIV خیلی می تواند تاثیرگذار باشد در زندگی اجتماعی افراد. افراد وقتی به این بیماری دچار می شود دیگر نمی تواند زندگی خود را به صورت نرمالش رهبری کند و تنظیم کند و همچنان خیلی تاثیرگذار بوده می تواند بالای روابط اجتماعی افراد. و همچنان این گونه زوال عقل که از اثر ویروس HIV به وجود میاد خیلی مهلک کشنده نیست بوده می تواند. حالا میریم قصه یکی از هموطنان عزیز ما را که در اثر ویروس HIV به زوال عقل مبتلا شدن می بینیم و مشنویم. در ادامه با ما باشید. ما مدت 6 ماه پیش از پیچکاری مشترک استفاده کردم و به بیماری ایدز مبتلا شدم که کل زندگی مرا خراب کرده بود. باید فراموشی دچار شدم. اصلا عقلم درست کار نمیکرد. زندگیم مثل سابق نمیتونستم پیش ببرم. بعضی وقتها تشنج می گرفتم، مثل دیوانه ها رفتار می کردم. وقتی از خانه می برآمدم دیگه پس خانه رای ما پیدا نمی تونستم که پس خانه برم، تا اینکه یک نفر پیدا می شد که پس مرا خانه می برد. این مریضی باعث شده بود تا کل همه کارا از دستم بره، یعنی کار ما به خاطر این مریضی از دست داده. چی بگم دیگه؟ بیننده های عزیز، قصه یکی از هموطنان عزیز ما را برای شما به معرفی گرفته بودیم. امیدوار است مفید واقع شده باشه. و حالا میخواییم روی این صحبت کنیم که ویروس HIV دیگه باعث کدام تغییرات در زندگی افراد شده میتواند. خب قسمه که گفتیم ویروس HIV یک ویروس خطرناک است و این ویروس روز به روز میتواند باعث بدتر شدن وضعیت روانی افراد شود. و وقتی که این ویروس به سیستم عصبی افراد حمله میکند باعث صدمات خیلی جدی در مغز این افراد میشود و همچنان می تواند باعث امراض مختلف روانی در این افراد شود. حالا میریم صحبت های دکتر صاحب سعید کمال جمال را در این مورد می بینیم و مشنویم. در ادامه با ما باشید. HIV معمولا ویروسی است که بالای سیستم دفاعی بدن از صدمه میزنه و باعث مرض به نام ایدز میشه. متاسفانه امروز در افغانستان هم کمی بیش افراد مبتلا به این اختلال هستند. خوشحال هم کسایی که مبتلا به HIV باشن و نزدشان زوال عقل تحسس کرده باشه، شاید هم تا حال نزد ما یا نزد دکتر صاحب مراجعه نکرده باشن. دلشان زیادتر بیشتر همو استیگما اجتماعی یا توهین و تحقیر دانستن خود یا معمولا برخورد نادرست خود مردم در قبال از این مریض است. به هر ترتیب پیش من مریض است، حالا که مریض HIV باشه، عصبی بازو مبتلا به دمانس شده باشه و یا هم عوامل دیگه. همین قسمه که خود امی ویروس سیستم دفاعی بدن است و میرزانه حجرات مغز، بافتای مغز هم صدمه میرسانه. یکی از عوامل عمده و اساسی زوال عقل تجمع پروتین ها در حجرات مغز است. پروتین هایی که ما به نام امایلوید یاد میکنیم،
اینمی ویروس HIV سبب تجمع امی پروتین ها میشه و باعث ایجاد زوال عقل نزد افراد میشه. این هم میتونه که کمیت و کیفیت زندگی فرد مختل بسازه. زوال عقل معمولا اولین عرضش ای است که حافظه فوری را فرد از دست میده. شاید هم اتفاقاتی که یک ساعت قبل نیم ساعت قبل صورت گرفته ای را فراموش کنه. شاید شخص فراموش کنه که کلی موتر خود کجا گذاشته، نام اعضای خانواده خود فراموش کرده. بیننده های عزیز، صحبت های دکتر صاحب سید کمال جمال را با هم دیدیم و شنیدیم. در این قسمت از برنامه می خواهیم نظریات روانشناس مجیب الرحمن اقبالواک را نیز داشته باشیم. شرم و خجالت فرد و یا احساس گناه کردن فرد سبب میشه که فرد به طرف انزوا بره و بالاخره به هر شکلی باشه متاثر شوه. دقیقا چیزی که از لحاظ روانشناسی ثابت شده همی است که فردی که جامعه گریز میشه به دلیل حس گناه و دلیل حس خود مجرم پنداری، اونجاست که این حس گناه فرد به طرف انزوا میکشه، به طرف عزلت میکشه و بالاخره این سبب میشه که رفتارهایش، افکارش، نوی ارتباطاتش متاثر شود. بحث بسیار مهم ای هست که به لحاظ روانی و مشاوره مسلماً ما در بین دو تا پدیده قرار داریم. بد ای هست که ما دچار اینو یک حالت شدیم، اینو یک مرض دامنگیر ما شده. بدتر از او ای هست که من و شما علاجش نکنیم و بالاخره راهی به خاطر نجاتش پیدا نکنیم و حداقل سبب از این نشیم که انتشار از وجود ما انتشار پیدا بکنه به افراد دیگری. ساده تر میگم در بین بد و بدتر قرار می داشته باشیم که مسلما در این قسم یک حالت حس گناه کردن و خود مجرم پنداری، خود بد پنداری، اینا دیگر رای حل نیست. این رای حل منطقی با مواجهه با این و بحران نیست، به دلیلی که من و شما علمان باید پشت راهکارهایی بگردیم که بتانیم به هر شکلی که شده این پدیده را در وجود خود مهار بکنیم، حداقل اگر نتونستیم کار بکنیم که سبب اسباب انداختن ما نشد. که اگر علمان با این پدیده ما شما این پدیده را مطالعه بکنیم، تنها و تنها این مسئله به مسئله مقاربت روابط جنسی بستگی نداره و اصلا راههای متعددی به خاطر شیوع، به خاطر مثلا انتقال از این بحث مطرح میشه. حالا اگر قرار باشه که گیریم که همون موضوعی که بسیار شرم پنداری هست برای افراد جامعه، بسیار منطقی ای است که افراد جامعه متاثر و متضرر شده و ما بالاخره باید کار بکنیم که حداقل نه سبب گسترش شویم، نه هم سبب ازی شویم که بالاخره از خود مرض کرده شرم پنداری از این مرض سبب نیستی و نابودی فرد، بعدش یک خانواده و بالاخره بعدا سبب نابودی یک جامعه شد. در این قسمت از برنامه میخوایم روی این صحبت کنیم که چند نوع از اختلالات عصبی مرتبط به HIV وجود دارد. سه نوع از اختلالات عصبی مرتبط به HIV وجود دارد. یک، اختلالات عصبی بدون علامت، اختلالات عصبی خفیف و زوال عقل مرتبط به HIV. که در مورد زوال عقل مرتبط به HIV یک مقدار معلومات را ارائه کردیم برای شما و شما فهمیدید که زوال عقل مرتبط به HIV خیلی تاثیرگذار بوده میتواند بالای زندگی اجتماعی افراد و همچنان بالای روابط اجتماعی افراد و همچنان این مریضی در مراحل پیشرفترش میتواند دچار تشنج، جنون و از دست دادن کنترل مثانه و روده شود. حالا گزارش را که در این مورد آماده کرده ایم با هم میبینیم و میشنویم، در ادامه با ما باشید. بررسی ها نشان می دهد ویروس HIV در مغز پنهان شده و خطر زوال عقلی را افزایش می دهد.
ویروس HIV که موجب بیماری ایدز می شود، سلول‌های سیستم ایمنی را مورد هدف قرار داده و ناتوان می سازد. اما به تازگی محققان دریافتند ویروس HIV نه تنها سلول‌های ایمنی در جریان خون را مورد هدف قرار می‌دهد، بلکه به این سلول‌ها در مغز و نخاع هم آسیب وارد می‌کند. علائم و نشانه‌های اختلالات عصبی مرتبط به HIV شبیه به بعضی اختلالات است. بنابراین تشخیص می‌تواند اشتباه باشد. به علاوه نشانه ها می تواند از فرد به فرد دیگر متفاوت باشد. دکتر ممکن است یک ارزیابی ذهنی، اسکن مغز و نخایی، یک نمونه آزمایشی از مایع اطراف نخا انجام دهد. در حالی که هیچ درمان وجود ندارد، مؤثرترین درمان برای زوال عقل مرتبط به HIV هرت است که برای کاهش میزان HIV در خون شناخته شده است. داروهای مفید داروهایی هستند که می توانند از سد خونی مغزی عبور کنند، مانند زیدودین. دکتر نیز ممکن است یک داروی ضد افسردگی، یک داروی آنتی سایکوتیک و یا یک محرک روانی، یک داروی برای هوشیاری تجویز کند. فرد مبتلا به این بیماری ممکن است نیاز داشته باشد مصرف دارویش را به او یادآوری کنید. بیننده های عزیز، گزارش را که در مورد تشخیص و چگونگی علایم این بیماری آماده کرده بودیم دیدیم و شنیدیم. حالا می خواهیم نظریات دکتر صاحب سید کمال جمال را نیز در این مورد داشته باشیم. هیچ نوع اختلال مرض ویروسی یا اختلال ویروسی تداوی دوایی قاطع نداره متاسفانه، بجز از بالا بردن سیستم دفاعی بدن. و HIV متاسفانه اولین حملش حجرات دفاعی بدن از کار مندازه، یعنی سیستم دفاعی ایمنی بدن از کار مندازه. در این مقابل فقط بهترین راه روش وقایه است که افراد مبتلا به HIV نشن. معمولا HIV هم متاسفانه کسی که مبتلا به مرض میشه شاید هم به چندین سال، اگرچه حال امروز بعض دواهایی است که سرعت تکثر ویروس در بدن کمتر میسازه یا کاهش میده، اما بازم به شکل قطعی تداوی وجود نداره. بهترین رای واقعی همی است که فعالیت فیزیکی خوب داشته باشن، ورزش خوب داشته باشن، غذای مناسب داشته باشن. کیفیت خواب بسیار مهم است. معمولا کسایی که خوابشان درست نیست سیستم دفاعی بدنشان هم درست کار نمیکنه. به خاطر از اینکه ما یک سیستم دفاعی خوبی داشته باشیم باید خواب کافی داشته باشیم. درمانایی را که ما توصیه میکنیم معمولا دواهای متفاوتی است، گروه دواهای متفاوتی است که برای مریضای خود توصیه میکنیم که دوا میتونه که سرعت تخریب مرض دمانس یا زوال عقل داشته باشه. بس بیننده های عزیز، امانطوری که می دانید ویروس HIV باعث وجود آمدن مریضی خیلی خطرناک و کشنده به نام ایدز می شود که این مریضی می تواند باعث وجود آمدن خیلی از اختلالات روانی شود و یک از اختلالات روانی که امروز با شما به معرفی گرفته بودیم دمانس مغزی بود که وقتی این ویروس بالای سیستم دفاعی بدن انسان ها حمله می کند می تواند قدرت دفاعی بدن انسان ها را خیلی به صورت غیر قابل کنترل پایین بیاورد و می تواند باعث تشنج و جنون نزد افراد شود. حالا میریم صحبت‌های پایانی روانشناس مجیب الرحمن اخبالواک را در این مورد میبینیم و مشنویم. در ادامه با ما باشید. در اغلب مواقع بهبود جسمانی را با تقویت و بهبود روانی میتونیم ما شما به دست بیاریم، به این معنا که افرادی که تسلیم میشن و خودشان را نابود و نیست تلقی میکنن و تلقین میکنن، مطمئنن هر قدر که فرد برومند جسمی باشه، هر قدر یک فرد قوی باشه جسمان، بالاخره به دلیلی که خودشان بیمار میپندارن، ناتوان و عقیم میپندارن،
در انتهای کار همچون چیزی همچون حالت هم دامنگیرش میشه. اما یکی یک فرد شاید جسمان خیلی ها کمی ها و کاستی ها داشته باشه، خیلی ها ضعف و مشکلات داشته باشه، اما چون روانن تسلیم نمیشن، بالاخره یک روز بهبود جسمانی را تجربه میکنن و به دست میارن. هرگاه بحث شدتش زیاد بود از مسئله، در این قسم یک حالات دارو درمانی شروع میشه و مفتنی به ما دیدی که به صلاح بهبود مریض مطرح بحث است. زمانی که آماده روان درمانی میشه و جلسات روان درمانی شروع میشه، در اغلب مواقع نمیدانیم که ما قبل از هر نوع مطالعه و معاینات مشخصا بگوییم که یک فرد به چند تا جلسه مشخصی نیاز دارن. اما بعد از اینکه ما شدت و خفت شد به لحاظ مسلکی، بعضی تست ها داریم، همون تست ها را انجام میدیم، میبینیم که فرد میزان اختلالشان خیلی ها بالاست و مشخصا یک دوره دارو درمانی را هم اینا پشت سر گذاشتندن. در این قسم یک شرایط اوضاع و احوال فرد روانشناس و متخصصین روانشناسی، کسانی که مشاوره میکنن، اینا تصمیم میگیرن که جلسات را به اساس مشدت و خفت تعیین بکنن که چند جلسه را میخواین با بیمار اینا مشاوره بکنن. بعدش هم اگر قرار بود که مثلا 5 جلسه را تعیین کرده بودن و در اونجا به حد به اصطلاح هدف مطلوب خود نرسیدن، میشه که اونا را به لحاظ مستقی یک مقدار تداوم ببخشن. اما به هر حال در هر کیس و نزد هر فرد نوعیت تداوی تفاوت میکنه و روانشناسان مبتنی به حالات و اوضاع یک بیمار تصمیم میگیرن که چه کار بکنن و چند تا جلسه رو دنبال بکنن. بیننده های عزیز، این بود دشه های این برنامه که شما بیننده و شنونده بودید از طریق تلویزیون سبا و رادیو نوا. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما می توانید در صفحات مجازی نیز ما را دنبال کنید، با چنل یوتیوب ما رفته ویدیوهای ما را به صورت مکمل تماشا کنید. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقاد دارید، می توانید از طریق صفحه فیسبوک ما با ما شریک نمایید. تا برنامه بعد که باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم. الله حافظ و نگهدارتان.